بعضی از بزرگان فلسفه و عرفان به زمین لقب مهد العجایب دادن. لقب درخوریه که آدمو به فکر فرو میبره. با خوندن تاریخ ملت‌ها متوجه میشید که گذشته بشر پر بوده از اتفاقاتی که رنگ و بوی نامعقول داشتن و ریشه در خرافات یا رسم و رسوم اقوام کهن دارن. این مراسمای ترسناک در دنیا که در بعضی مواقع به مرز وحشت آور بودن میرسن، توی مشرق زمین به خاطر قدمت و پیشینه‌ای که داره بیشتر از غرب به چشم میخوره. زندگی کردن با اجساد مردگان. دنیای پس از مرگ همیشه برای انسان‌ها پر از ابهام بوده و هست. فرهنگ ملت‌ها در این زمینه با هم خیلی متفاوته و هر کدوم معتقدند که برای آرامش روان مرده باید یک سری کارهایی انجام بدن که بعضی اوقات با هم تعارض زیادی داره. از رسوم عجیب در این زمینه میشه به آیینی که در برخی از مناطق اندونزی اجرا میشه اشاره کرد. مردم این مناطق بر این باورن که روح افراد بعد از مرگ هم در این دنیا به حیات خودش ادامه میده و فقط جسمش رو به زوال و نابودی میره. ساکنین این مناطق مرگ و یک اتفاق در میانه ی زندگانی بشر میدونن و برای همین برای خطاب قرار دادن متوفا از واژه مریض به جای مرده استفاده میکنن. اونها بر این باورن که مردگان برای کسانی که هنوز زنده هستن نیایش میکنن و به خاطر آگاهی بیشتری که نسبت به زندگان دارن حواسشون به اونها هست و نمیذارن آسیب ببینن. زندگان در این مناطق در صورت نیاز از اجساد مردگانشون طلب راهنمایی میکنن. اونها جسد مرده رو به روش خاصی مومیایی میکنن و به همین ترتیب از همون نابودی جسم هم تا حد ممکن جلوگیری میکنن. شاید بشه گفت یکی از مراسم ترسناک دنیا و عجیبترین رسم و رسوم متعلق به همین مورد باشه. پرش از روی نوزادان. هر ساله در منطقه‌ای در شمال اسپانیا جشنواره‌ای به نام ال کولاچو برگزار میشه که از جمله آیین‌های عجیب دنیا به حساب میاد. توی این مراسم مردها لباس‌های منتسب به اهریمن و شیاطین به رنگ زرد و قرمز رو میپوشن و به دنبال کودکان میدوند و در نهایت کودکان باید از دست اونها فرار کنن. در بخشی از این مراسم زنان نوزادان خودشون رو روی زمین میذارن و مردان با لباس شیطانی از روی اون بی‌نواها میپرن. اونا معتقدن که این کار باعث میشه شیطان واقعی از بچه‌ها برای همیشه دور بمونه. امروزه این به اصطلاح جشن به دلیل خطرهای زیادی که برای بچه‌ها داره کمی چهره عوض کرده تا امنیت کودکان تا حد ممکن برقرار بشه. بریدن انگشتان برای تسکین غم. شاید برای شما هم جالب باشه که بعضی از مردم وقتی عزیزی رو از دست میدن برای اینکه این درد بزرگ روحی رو تاب بیارن خودخواسته انگشتشون رو قطع میکنن. این رسم عجیب واقعا از آداب کهن برخی قبایل توی جزایر اقیانوس آرام مثل پاپوا و دنی در اندونزیه. مومیان این قبیله ها پیش از اینکه انگشت خودشون رو ببرن اون رو محکم با هر وسیله که بتونن میبندن تا خون در اون عضو جریان پیدا نکنه و انجام این کار درد کمتری داشته باشه. اونها بعد از اینکه انگشت خودشون رو بریدن برای اینکه زخمشون عفونت نکنه با کمک آهن گداخته اون رو میسوزونن. بعضی اوقات این رسم به طور دست جمعی برگزار میشه و اون هم زمانیه که رئیس و بزرگ قبیله بمیره که باید توسط همه اعضای قبیله این رسم نامطلوب اجرا بشه. اونها بر این باورن که این کار علاوه بر تسکین درد فرد عزادار شادی روان متوفا رو هم در پی داره. با این پیش شرط که عضو قطع شده بلافاصله بعد از جدا شدن از بدن در زیر خاک پاک دفن بشه. انجام این کار با همه درد و تلخی که داره اما چون توسط یه فرد بالغ به صورت خودخواسته انجام میشه با اغماض شاید قابل پذیرش باشه. ولی هنگامی که برای کودکان انجام میشه به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. عدم استفاده از جوهر قرمز برای نوشتن. مردان قدیم کره جنوبی رسم داشتن که وقتی میخواستن نام یک مرده رو بنویسن از جوهر قرمز رنگ استفاده میکردن تا عدم حیات فرد صاحب نام مشخص باشه. کم کم این رنگ به رنگ ویژه مردگان و ارواح تبدیل شد و نوشتن با اون رو باعث شومی میدونستن.
و معتقد بودند که این رنگ نوشتاری شگون نداره. این عادت تا به امروز روی ساکنین این کشور مونده و هنوز کره جنوبی ها تلاش میکنن متونشون رو با هر رنگی بنویسن الا قرمز. رسم عجیب آدم خاری. همه ما از بچگی، فیلم، کتاب و خبرهای زیادی درباره آدم خارا دیدیم و شنیدیم. ولی با این حال قبول این مورد هنوز برامون سخت و دشواره. ولی واقعا در جهان قبیله‌ای هستن که آدم می‌خورن. از جمله قبایل و مناطقی که تا به حال گزارشی از آدمخواری در اونها اعلام شده، میشه به قبیله واراسی و آگوری در هندوستان، پیروان فرقه آگوری در حومه رود گنگ، چند قبیله در پاپوا در گینه نو، منطقه سیگاتوکا در فیجی، مناطقی از کامبوج و لیبریا و البته برخی قبیله‌ها مثل یانومامی در جنگل آمازون اشاره کرد. آدمخواری در این قبیله ها جز مراسم های ترسناک جهان به حساب میاد. در این مناطق رسم بر اینه که هر فردی که در قبیله بمیره بدنش به جای دفن شدن توسط سایر افراد خورده میشه و اینها معتقدن که این کار باعث آرامش ارواح مردگان میشه. بعضی اوقات اعضای این قبیله افرادی که در جنگل گم شدن و یا مخفیانه به محل زندگی اونها میان و هم با کمال میل میخورن.